همینان ارجمند گرامی، حتما به خاطر دارید در این برنامه که عنوانش است با بزرگان موسیقی و نگاهی به شعر و موسیقی، خب ما با توجه به امکاناتی که داریم سعیمون بر اینه که از شخصیت‌های نام ببریم که کمتر از اونها یاد می‌شود و دوران خودشون در زمانی که واقعا فعال بودن خب از محبوبیت بسیاری برخوردار بودن. برنامه امروز رو اختصاص دادم به یک خواننده، خواننده‌ای که همیهنان ارجمند برای ایرانیان در سراسر جهان خاطره داره. این خواننده کسی نیست جز بانو پوران، بانو پوران شاپوری. همه علاقمندان به موسیقی باید این رو بدونن، حتما هم میدونن پوران خب در خدمت خالی خودش بوده که بانو روح بخش بوده. بانو روح بخش اون موقع یکی از خواننده های بنام بود، از شهرت برخوردار بود و پوران نوجوان به هر حال همواره این صدا رو میشنید و هنرمندان و آهنگسازانی که به خانه خانم روح بخش میومدن خب پوران هم با اونها آشنا میشد. پوران در همون نوجوانی زمزمه هایی میکرد، حالا از زبان خالی او خواهیم شنود، در همون منزل خالی خودش با یک نوازنده بسیار جوان و آهنگساز آشنا میشه. نام اون عباس شاپوری بوده. پوران علاقمند میشود که برود به کلاس آقای عباس شاپوری و در همون نوجوانی به اون کلاس میره و تحت تعلیم استاد عباس شاپوری قرار میگیره. از همونجا عرض کنم که کار هنری پوران آغاز میشه به نام خواننده ناشناس. یکی از شخصیت هایی که همون روزهای نخستین با عباس شاپوری و پوران همکاری میکرده عرض کنم که آقای ناصر رستگار نژاد، این هنرمند شایسته است که خوشبختانه در ایالات متحده آمریکا در سان فرانسیسکو زندگی میکنه. آقای رستگار نژاد کارهای زیبایی رو مینویسه، پوران اجرا میکنه، خیلی با هم همکاری صمیمانه ای داشتن و عرض کنم که نتیجه این کارها خب این میشه که پوران به عنوان یک خواننده ناشناس اون موقع از شهرتی برخوردار میشود. بعد البته بعد از مدتی به نام خودش پوران شاپوری فعالیتش رو شروع میکنه و زندگی پوران هموطنان ارجمند گرامی فراز و فرود زیاد داشته. من وارد اون بخشش نمیشوم که این دست روزگار بعضی وقتا بعضی از آدم ها که از قدرتی برخوردارن واقعا چه جفایی میکنن به این هنرمندان ما. پوران همیانان ارجمند با همین آقای عباس شاپوری که هم استادش بوده هم آهنگا زیبایی براش ساخته بود ازدواج میکنه. البته گفتم به خاطر حوادثی که پیش میاد بعد از 7-8 سال از هم جدا میشوند و پوران از خواننده هایی بوده که از هنرمندان بیشماری ترانه های فوق العاده ماندگار خونده. در برنامه گلها هم حضوری فعال داشته، برای نخستین بار اثری میخونه از استاد روح الله خالقی که شعر اون رو زندیات بیژن ترقی سروده بود، بلا ای دل عنوانش بود در برنامه گلها. بعد چندین کار زیبا در گلها اجرا میکنه، حتی اون ترانه مشهور رو کیه کیه که از علی اکبر خان شیدا هست آقای رولا خالقی با ارکستر گلها تنظیم میکنه، پوران نور اجرا میکنه. استاد حبیب الله خان بدیعی برای پوران آهنگ میسازه، استاد پرویز یعقی براش آهنگ میسازه، اینا بعد از آقای عباس شاپوری بوده. انوشمان روحانی همینطور، آقای حسین صمدی، استاد حسین صمدی که در آمریکا زندگی میکنه کارهای زیبایی نوشته که بانو پوران اونا رو اجرا کرده و در ایران یکی دو کار زیبا هم ناصر چشمازر نوشته و تنظیم کرده که پوران اونا رو اجرا کرده. و بعد از مدتی وقفه حاصل میشه، پوران عرض کنم که فعالیتش رو میذاره کنار. بعد از اینکه جدا میشه از عباس شاپوری با آقای حبیب روشنزاده همکار ارجمند ما که اون زمان مفسر عرض کنم که ورزشی بوده ازدواج میکنه و از این ازدواج دو فرزند به یادگار از پوران مونده، از عباس شاپوری هم یک فرزند و فعالیت نمی کرده. بالاخره بعد از مدتی با وساطت هنرمندان با هش و نشی که با آهنگسازا داشتن پوران رو وادار میکنن که مجدداً فعالیت خودش آغاز کنه، که پوران فعالیت خودش شروع میکنه و کارهای
زیبا فراوان اجرا میکنه. عرض کنم خدمتتون، گفتم زندگیش پر فراز و نشیب بوده. مادر پوران بیمار میشه و پوران رو به امریکا میاره و در آخرین لحظه هم واقعا در کنار مادر بوده. وقتی مادر از دست میرود، این ضربه هولناکی به پوران وارد میشه و همین ضربه هولناک وقتی در ایران بوده او رو دچار یک بیماری میکنه و متاسفانه هموطنان ارجمند در 12 مهر ماه 1369 ما پوران رو، پوران شاپوری رو از دست میدهیم، در حالی که در کارنامه هنری پوران کارهای فوق‌العاده زیبا دلنشین از او به یادگار مانده، کارهایی که هم آقای شاپوری ساخته بود هم بقیه هنرمندان. حالا برای اینکه من زیاد دیگه پرحرفی نکنم، از آقای شهرتی خواهش میکنم یک نگاهی بیفکنیم به بعضی از ترانه های خاطر انگیز، تکه‌هاش رو با هم گوش میکنیم، چون اینا که ویدیو نیست. بعد صدای خود پوران رو هم خواهیم شنود که از خودش و آمدنش به صحنه هنر با شما صحبت میکنه. آقای شهرتی خواهش میکنم. Name Raboni Nacho
فکر می کن عاشقم، من با جنون دم سازم امشب بی می امشب. میگن آدم از خاکه ولی قلب او پاکه، آره من دختر خاکم اگه خاکم ولی پاکم، دختر کلی زبر و زرنگه، شکلش قشنگه خوش آب و رنگه. کبوتر سفید من دل به که بستی، ز من چرا شدی جدا با که نشستی، تا خاطر عشق مرا زنده کنی با زمزمه شوق و طرب به نان بازار، تا بار دگر بر رخ من خنده کنی ای رفته به قهر از بر من بخوان بازار. گرچه از برم نهانی در نگاه دل ایامی، عاشق کسی نبوده ای حالا عاشقان چه دانی، عاشق کسی نبوده ای حالا عاشقان چه دانی. بله، عرض کنم که خیلی زیاده، ما فقط خیلی کوتاه چند تاش رو عرض کنم که برای شما پخش کردیم. همیانان ارجمند، خب اینا آهنگایی بود که اون زمان اجرا شده بود و میدونید که تصویر برداری هرگز نشده بود. بعضی از کارهای پوران چرا ویدیوهای قشنگی داره، همون موقع هم وقتی تلویزیون در مملکت ما افتتاح شد خانم پوران حضور داشت در بعضی از برنامه‌ها. اینه که اون زمان کارهای تصویری از بانو پوران به یادگار مانده. عرض کنم خدمت شما، بهتر از هر چیز اینه که از زبان خودش بشنویم، چون بعضی جا بعضی مسائل عنوان میکنن که خب شاید درست هم نباشه، اما وقتی خود هنرمند راجع به کار خودش فعالیت خودش صحبت میکنه، بنده اینجور استنباط میکنم که این مستندتر و قابل قبولتره. با هم میرم به اون سالها در رادیو ایران. اون موقع در برنامه صبح جمعه که موجیش آقای تابش بود، عرض کنم که از بانو پوران تجلیلی می شود و چند تن از هنرمندان هم راجع به بانو پوران صحبت می کنند. البته ما همه اونا رو نمیتونیم پخش کنیم، یک قسمتش رو با هم بشنویم. جالبه ببینیم که پوران چگونه وارد کار هنری شد. آقا شورتی، خواهش می کنم. خیلی متشکرم. من پورانم و بیشتر از 22-23 ساله که آواز میخونم. اول بارم با نام ناشناس تو رادیو برنامه اجرا کردم و همه کنجکاو بودن که ببینن این خواننده از گرد راه رسیده کیه. اون روزا مثل امروز نبود که مردم به علت کثرت خواننده درباره اون کنجکاو نباشن. یه نفر که میخون همه رو کنجکاو میکرد. بله درسته. و یک آهنگ تازه خوب یک حادثه بود. درسته. و همه زمزمه میکردن، همه داره بارش حرف میزدن. وقتی از راه رسیدم روح بخش بود، مرضیه، دلکش و اینا، دلها رو همه رو تسخیر کرده بودن و خیلی دشوار بود که ترانه یک خواننده تازه از راه رسیده بخونه و بتونه گل بکنه. پوران، ممکنه اولین ترانه‌ای که تو خوندی بگی اسمش چی بود؟ ترانه رفتی و نگفتی بود از ساخته های
آقای شاپوری ساختن که ایشونم باید به عنوان استادم هم اینجا اسمشونو ببرم بعد چقدر خوبه. یعنی اجازه فهمیدم بگم که اوجی کارهای خوب خودم از نظر خود من زمانی بود که من با آقای جهانبخش پازوکی همکاریمو شروع کردم. بله. که خوشبختانه هنوزم ادامه داره. خب چطوره که از جهانبخش پازوکی دعوت بکنیم؟ جهانبخش امیدوارم که همونطور که تا به حال موفق بودی باز هم موفق باشی در کارها. صدای پوران. بله. چه خصوصیاتی داره که تو علاقمند شدی باهاش همکاری داشته باشی؟ والا من اوائل که آمده بودم تهران چون صدای خانم پوران رو دوست داشتم از نظر همکاری بهترین تشخیص دادم و در اون زمان من کارم رو با آهنگ اشکم دونه دونه اگه یادتون باشه بله بله. کارم رو آغاز کردم با خانم پوران و میخوام بگم که از نظر لطافت، تحریر و انعطاف، این کلمه انعطاف که میگم واقعا خیلی مهمه که کرد رو روی صدای خانم پوران که واقعا صدای انعطاف پذیری داره. چه ترانه هایی برای پوران ساختی؟ تا به حال ترانه های متعددی ساختم، در حدود 14-15 ترانه برای خانم پوران ساختم که به نظر من بهترینشون همون دستی نگیره دست من هست که با ارکستر گل ها ضبط شده، ساقیا، اشکم دونه دونه و زندگی های زندگی. خب کدومش برات خاطره انگیز بوده؟ ممکنه بگی؟ آهنگ دستی نگیره دست من واقعا خاطر انگیز بوده برای من. خب چطور شد که این روزها به فکر ساختن ترانه برای پوران افتادی؟ برای اینکه من خانم پوران رو در همون اوج و همون قدرت حس کردم و دیدم واقعا حیفه که این همکاری ادامه پیدا نکنه. اما تازه ترین رهاورد تو برای پوران؟ تازه ترین آهنگی که ساختم که حتما الان برامون میخونه. بله. بله. آهنگی است به نام نشناخته که شعر آهنگیش از خود من داره مثل همیشه. بله. این کلمه نشناخته رو اجازه بدیم برگردون این آهنگ رو من بگم. نشناخته دل باختن درد و رنج موعوده. صحیح. نشناخته دل باختن درد و رنج موعوده، رفع تشنگی کردن با آب گلالوده. پوران با تازه ترین رهاوردش. Thank you.
من انجمن گلها تو غنچه پژمرده من شکوه صحرا و نشناخت دل باختن درد و رنج مونده رفت تشنگی کردن با آب گلان بوده رفت تشنگی کردن با آب گلان این کار زیبا رو آقای جانبخش پاشکی ساخته بود نام نشناخته که خودشون هم توضیح دادن اون زمان در همون برنامه‌ای که از پوران تجهیز می‌شد خیلی از هنرمندان راجع به پوران صحبت کردن از خواننده‌های اون موقع یادمه بانو مهستی زمانی شاد ایشون هم راجع به خانم پوران صحبت کردن آقای گلپایگانی صحبت کردن آقای بیژن ترقی صحبت کردن و آقای انوشوان روحانی اجازه بدید هموطنان ارجمند سخنان آقای انوشوان روحانی را بشنویم که اون زمان راجع به پوران چه قضاوتی کرده بود این هنرمند شایسته آقای روحانی. خواهش میکنم. بله آقای انوشوان روحانی صحبت میکنن راجع به بانو پوران در همون برنامه رادیویی. آقای شهرتی عزیز بله آقای روحانی خواهش میکنم نظرتون رو در شناسوندن خانم پوران بفرمایید. عرض کنم خیلی متشکرم که اجازه دادین که من در این باره اظهار نظر کنم. در اون وقتی که همکاری رو با ایشون شروع کردم یک نوازنده بسیار ساده بودم و برجد در ارکستر آقای شاپوری تجارب بسیاری یاد گرفتم. ولی راجع به شناسوندن ایشون باید براتون بسنم که حقیقتا صرف نظر از راهنمایی‌های بسیار ارزنده آقای شاپوری و سایر آهنگسازهای دیگه اون چیزی که خیلی مهم بود در شناسوندن ایشون به نظر من فقط و فقط استعداد سرشار خودشون بود که تونستن خودشون اونطوری که هست به مردم بشناسونن. یادم میاد آخرین کاری که من برای ایشون تنظیم کردم، البته من خودم نساختم فقط تنظیم کردنش به عهده من بود، آهنگی بود به نام ملا محمد جان که یک آهنگی بود افغانی و البته در بلوچ در بلوچستان ایران هم این آهنگ سوابقی داره و اون این آهنگ رو من تنظیم کردم و ایشون خوندن. این آخرین ثمره همکاری من با ایشون بود. بله عرض کنم که سخنان کوتاه آقای انوشوان روحانی بودن. عرض کردم به خیلی از هنرمندان راجع به بانو پوران و موقع اظهار نظر کردن. تا اینجا رو داشته باشین همینان عزیز برویم به ایران ببینیم که آقای بابک بختیاری عرض کنم که چه دارن به ما تقسیم کنن، چه شنودن
از زبان هنرمندانی مثل استاد پرویز یعقی که آقای یعقی هم کارهای زیبایی برای بار پوران نوشته اجرا شده، همجور عرض کنم که استاد حیوال خان ودی. من خدمت شما توضیح دادم خیلی از هنرمندان ارجمند مخصوصا کارهای زیبایی که آقای بدیعی نوشته بودن در برنامه گلها اونا تمامش اجرا شده، ترانه ها رو خانم پوران عزیز لبانش رو شاد اونا رو اجرا کردن. آقای بابک بختیاری درود بر شما. سلام دارم خدمتون جناب توفیقی، خدمت شما جناب آقای صحبتی عزیزم و همه کادر واقعا زحمتکش تلویزیون تاس و تمامی هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. بله. عرضم به خدمتون که 12 مهر ماه سالگرد پرواز سرکار خانم فرهدخت عباس طالقانی ملقب به عنوان هنری کوران هست که خب حضرت عالی به اصطلاح سرآغاز این برنامه رو اینطور که من گوش میدادم سخنان استاد انوشیروان روحانی، استاد جهانبخش پازدوشی که انشاءالله هر دو زنده و برقرار باشن در مورد این بانوی هنرمند گفته شد. من جناب توفیقی فقط داخل پرانتز خیلی سریع بگذرم قبل از اینکه بحث خانم پوران رو مفصل اصطلاح آغاز بکنم، به عنوان گزارش فقط بگم چون در آستانه تقریبا البته هنوز نشده ولی در آستانه 40 روز در گذشت استاد فرهنگ شریف هم هستیم. بله. هفته که گذشت یک بزرگداشت بسیار خوبی در اریچه شهر آمل به احترام ایشون برقرار شد، برگزار شد. بله. بسیار بسیار هنرمندان مختلفی حضور داشتن و یاد ایشون رو گرامی داشتن و حالا انشاءالله برنامه های مراسم 40 رو هم من تانفیزی به شکلی برداری کرد این فرصت هم اگر بشه پخش بکنید. یه نکته من بگم، آخرین آلبومی که از استاد فرهنگ شریف بودی دیگه 2-3 هفته قبل از خود ایشون منتشر شد به عنوان زبرجد که آثار تقریبا میشه گفتش که از آثار اخیر و تکنوازی های استاد فرهنگ شریف بود و واقعا این به خیلی چشم به راه بود زنده یاد استاد فرهنگ شریف که زودتر این آلبوم منتشر بشه. حتی در بیمارستان جویای این بود که همش من گفت عجله کن، حالا هر کسی حال خودش رو بهتر میفهمه دیگه، چشم انتظار این آلبوم بودن. من اینجا از استاد داوود گنجی واقعا تشکر بکنم که ایشون در سالهای اخیر هنرمندان پیشکسوت ما بسیار مدیون ایشون بودن، تلاش هاشون که سریع اقدامات ایشون باعث شد مجوز این اثر صادر بشه و زود منتشر بشه و استاد فرهنگ شریف این آلبوم رو ببینه با چشم خودش که در یک مراسم رسمی در منزلشون رونمایی شد و ما تقدیمشون کردیم. بسیار من خوشحالم واقعا در این دهه های اخیر و شما میدونید اوایل دهه 60 به بعد به ویولون ایرانی و پیانو ایرانی مجوز نمیدادن، میگفتن ساز غربی هست. متاسفانه بعضی از این هنرمندان حرفه شایی با این گیری چه کرده بودن. از دهه 70 به بعد تلاش های واقعا استاد داوود گنجی باعث شد که خودشون نوازنده ویولون کمانچه و ستار هستن، تلاش های ایشون باعث شد که ویولون ایرانی مجوز بگیره. واقعا ویولون ایرانی مدیون استاد داوود گنجی هست در این بخش و آثار استاد پرویز یاحقی، استاد حبیب الله بدیع، استاد سیاوش زندگانی، اینها دوباره به بازار موسیقی عرضه بشه. من واقعا دستشون رو میبوسم از همینجا و ازشون تشکر میکنم. بله عزیزم. اما بحث خانم پورا. بله. ببینید جان توفیقی، من یادم از استاد پرویز یاحقی میگفتن که بله در بین خوانندگانی که باشون کار کردن حالا از تقریبا اواسط دهه 30 به بعد در یک مقطعی که با خانم الهه و خانم پوران کار کردن میگفتن که بین این خواننده ها خانم پوران بسیار بسیار با استعداد بود. این نکته بود که من هم از استاد پرویز یاحقی شنیده بودم هم خدا رحمت کنه استاد فرهنگ شریف. بله. میگفتن یک دفعه وقتی که ترانه رو اون آهنگ رو استلام گفتن وقتی که ما یادش میدادیم خیلی سریع، حتی من خاطرم هم استاد فرهنگ یاحقی میگفتن من شاهد بودم که ایشون اثری رو که از قبل نشنیده بود در همون استدیو قبل از شاید بگم مثلا یک ساعت قبل از ضبط اونجا وقتی که آموزش بهش
کردن سریع یاد میگرفت. یک قدرت و یک استعداد ذاتی که من از خیلی از واقعا این قدیمی ها که حالا با هاتون افتخار هشتونش داشتم، حالا غیر از استاد فرزیان و استاد عزیزم، همشون متفق القول بودن که خانم پوران از یک استعداد بسیار ویژه و ذاتی برخوردار بوده. به همین خاطرم هست که مرحوم داوود پیرنیا در بخشی از اجراهای برنامه گلها گزینش خانم پوران بوده و خیلی از اصطلاح آهنگسازان مختلف رو تشویق به این میکرده که با خانم پوران کار بکنن و یک اثری وقتی ساخته میشده به خانم پوران بدن. بله، عرض کنم که آقای بابک پوران جناب توفیقی دقیقاً از 16 بهمن ماه 1330 همکاریش با استاد عباس شاپوری آغاز میشه و در تاریخ 7 آبان ماه 1337 متاسفانه این همکاری به پایان میرسه و از هم جدا میشن. بله. حضرت عالی بهتر از بنده میدونید که در مقطعی اصلا خانم پوران رو به عنوان بانی شاپوری میشناختن. بله. در ابتدای کار ناشناس. بله. و بعد از مدتی اصلا به نام شاپوری میشناختن. درسته. بله. الان من یک چیز خدمت شما بگم. در همین برنامه‌ای که برای هموطنان ارجمند علاقمندان پخش کردم، عرض کنم که یه جام با آقای بیژن ترقی صحبت میشه و عرض کنم که اثری که زنده‌یاد مجید وفادار نوشته بود، گل اومد بهار اومد. بیژن ترقی عزیز خب خیلی کارهای زیبا نوشته برای بانو پوران شاپوری که اجرا شده. در مورد این یک اثر که خب فوق‌العاده عرض کنم که این دیگه از شهرت واقعا زیادی برخورداره، هر سال در ایام بهار این ترانه بله میگفتش که من وقتی این ملودی رو به من دادن، میگفت من شعر که درست کردم تلفنی برای پوران خوندم، میگفت ازش شگفت زده شدم چه استعدادی. میگفت در هم پای تلفن که یادداشت کرده بود، میگفت وقتی خوند بر من دیدم، خب میدونی که این اولین کاری بود که بیژن ترقی کلمات رو شکون، یعنی کلمات شکسته رو وارد ترانه کرد. این ترانه فراگیر شد. بعد راجع به استعداد و فراگیری خانم پوران هم که شما اشاره کردید، بزرگان گفتن، ایشون هم به این مطلب اشاره کرده. حالا شما چون روی خط هستید اجازه بدید که ما یه قسمتی رو باقی مونده، چون میدونید که آقای بابک بختیاری عزیز، پوران من خدمت بینندگان ارجمند عرض کردم، دوران نوجوانی رو در خدمت خاله خودش بانو روح‌بخش سپری کرده. خب صدای بانو روح‌بخش همیشه گوش میکرده، در همون نوجوانی زمزمه‌هایی میکرده بانو روح‌بخش که میبینه پوران صدای زیبا و دلنشینی داره، ازش سوال میکنه رو خودش تعریف میکنه. شما هم گوش کنید، میذارم رو هولد، بعد برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. آقا شورت خواهش میکنم قسمت هم با هم ببینیم. بله خواهش میکنم. خانم روح بخش. خانم روح بخش. اولا اجازه بدین که دوست کلام صحبت بکنم. خواهش کنم. که صدای پوران انقدر گرم و خوبه که من میدیدم که گاه میم از مدرسه میمد، میدم داره زمزمه میکنه، گفتم پوری این چیه میخونی؟ این چیه تون عربی رو داشت صداش. یه روز بهش گفتم که تو باید حتما تعلیم بگیری و بخونی، تو صدات خیلی عالی. و واقعا من خیلی از صدای پوری، یعنی من میگم پوری، البته نمیتونم بگم پوران، عادت دادم به خودم که بگم پوری. و واقعا گرم صداش، یعنی اصلا اینقدر این باهوشه که یه مرتبه یه آهنگ رو ضبط میکنه خودش، هیچ نمیخواد که این آهنگ رو تمرین بکنه. و من عقیدم اینست که خب صدای پوری روحیست که به من دوباره میده و الانش هم که میخونه واقعا برای من فرق میکنه، مثل ابویلیست که میخونه. و این صدا خیلی گرمه و منم دوستش دارم، نه که خار زدمه، نه اصلا صداشو دوست دارم، حالا خودش به جای خودش که دوستش دارم. آقای تابش ببینید که این صدا برای من چقدر معنیسه، یعنی من با این صدا بزرگ شدم و این صدا برای من مثل لالایی میمونه، چون میدونید که خانم روح بخش خاله من هستن. بله بله. و من در همون منزلی که ایشون زندگی میکردن بزرگ شدم و این صدا رو باهاش خوب گرفتم و اینست که برای من فکر کنم بیشتر از همه خاطره داره. خیلی
میخوام خواهش کنم از عزیز جون، ببخشید میگم عزیز جون، ما تمام فامیل بهش میگیم عزیز جون، اسمم عزت که همین گل پامچالو یه تیکشو همینطوری بخونیم. یعنی چی بخونیم؟ همون گل پامچال. گل پامچال چقدر این آهنگ قشنگه. گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیام، بیرون بیام، فصل بهار من، فصل بهار شکوفان، شکوفان، قنچه و کوده، قنچه و کوده، بلبل سر دارای، بلبل سر دارای، عزیز فصل بهارای، دختر مرغ یکارای، تر خال مزه دارای، که چشمان گوشه دارای، بشم کابل و سالیم دانه باشانی همه تون بیجارا بله. این ترانه گل پامشان رو به درخواست خود بانو پوران اون زمان عرض کردم تجریدی که از بانو پوران میشد در رادیو همینجوری بدون ارکستر بانو رو بخش شبان شاد اجرا کرد. راجع به پوران عرض کردم بسیار مسائل است که با شما در میان بگذاریم. بذاریم حالا ببینیم آقای بابک بختیاری دیگه راجع به خانم پوران چه مطلبی دارن، بعد من خدمتتون توضیح میدم. آقای بختیاری شما هم شنیدید دیگه. بله جناب توفیقی، من یه نکته خدمتتون بگم. خانم پوران صداشون یه تحریرهای بسیار صاف و ریزی داشت. بله. که ما در تاریخ خواننده های زن موسیقی ایران رو وقتی ورق میزنیم خیلی به ندرت میبینیم و صدای ایشون یک حال و جذابیت خاص، یعنی در حتی در بخش از تصویری که من از خانم پوران حالا حتی دوم از این آقای نرساتی ساختن میشنوم، اصلا این تقدیرهایی که به اصطلاح حالا در سرزرفهایشون اجرا میکنه و یه حالتی شکستوار داره، بسیار جوست و دقیق و یک حال خاصی که در صدای خواننده های زن اون موقع حالا خیلی بودن صداشون حتی وسعت داشت، ولی این حال و شیرینی رو کمتر میبینیم. خب خانم اله، خانم پورا، خانم دلکش در حقیقت الگو و سرآغازی شدن برای نسل بعد که خانم هایده و همیرا معدی بودن. اما چیزی دیگه خدمتتون عرض بکنم، شما اشاره فرمودید در مورد اثر جاودانه گل اومد بهار اومد. من از زبان مرحوم آقای بیژن ترقی خودم مستقیما شنیدم. همونطور که شما گفتید کلمات محاوره‌ای با اثر گل اومد بهار اومد در دستگاه صدا بنیانگذارش بیژن ترقی بودن. بله. موسیقی ما و به وسیله این آهنگ اصلا که به اصطلاح کلمات محاوره‌ای وارد تاریخ ترانه سرایی شد. آقای ترقی به من گفتن شب عید بود، رسم بر این بود که هر کدوم از آهنگسازان مسلم رادیو یک اثر در وصف فصل بهار و عید می‌ساختن. بله. آقای وفادار هم به سلام گفتن من منزلشون بودم با ویولون به سلام ملودی های مختلفی رو در دستگاه مختلفی زدن، بعد میگفتن که من به سلام با ایشون متفق شدیم چون میخواید به سلام آهنگ شاد باشه و یک روح بخش باشه، یه حالی داشته باشه در وصف بهار، متفق شدیم که دستگاه سگاه رو انتخاب بکنیم و آقای وفادار این ملودی رو با ویولون زدن و من این کلام رو گذاشتم و تصمیم گرفتم که از کلامات محاوره‌ای استفاده بکنم. درست. که یک به اصطلاح یک فراغازی باشه، یک تحولی باشه. بله، عرض کنم که آقای بختیاری این ترانه، این آهنگ زیبای گل اومد بهار اومد واقعا یکی از کارهای فوق العاده فراگیر بود که به هر حال با توجه به اون شرایط اون موقع حضور هنرمندان بسیار بسیار این اثر گل کرد.
بانو پوران هم که شما اشاره کردید بله یه توانایی خاصی هم در اجرای ترانه هایی که اجرا کرده در گلها عرض کردم که آقای بیژن ترقی گفت بلای دل رو استاد روح‌الله خالقی آهنگش ساخته بود بیژن شعرش رو گفته بود این به در برنامه گلها اجرا شد یکی دو اثر زیبای علی اکبر خان شیدا رو باز هم استاد روح‌الله خالقی تنظیم کرده بود تو ارکستر گلها بانو پوران اجرا کرده بعد ما فرصت نمی کنیم من کاری که از استاد حیال خان بدی اجرا کرده در برنامه گلها اینا فوق العاده است آدم وقت داشته باشه واقعا فرصت باشه که اینا رو پخش کنیم ببخشید حالا شما مطالبتون رو ادامه بدید تا خواهش میکنم کاملا درسته بعد دقیقه 50 اصلا روی چرد به اصطلاح خوانندگی خانم پوران یک حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه خب خودتون بهتر میدونید دقیقه 50 دیگه اکثر خانواده ها تلویزیون داشتن بله. و دیگه فقط برنامه های رادیو نبود اصلا یک حالا روی چرد موسیقی پاپ سرآغازی که واروژان و در حقیقت استاد حسن شمعی‌زاده این بزرگان وارد موسیقی پاپ ما شدن بله. خانم پوران هم اصلا حال و هوای به اصطلاح آثاری که میخوند با یک روی چرد دیگه بود آثاری از استاد جهانبخش پازوکی و با توجه دقیقا به خواسته زمانه بله. روحیات جوانان دهه 50 که در کنار موسیقی اصیل ایرانی موسیقی پاپ هم داره به اوج خودش میرسه خواننده های مثل داریوش، ایدی، فرهاد، فریدون فروغی خواننده های مطرح هم حالا هر کدوم ظهور کردن تقریبا دارن به اوج میرسن در کنار این ما میبینیم خواننده مثل خانم پوران کاملا با توجه به شرایط زمانی و روی چند دهه 50 که یک حال و هوای دیگه ای که متفاوت با دهه 30 و 40 هست آثاری رو از بزرگان موسیقی ایران و من جمله استاد جهانبخش پازوکی میخونه که اصلا یک سرفصل دیگه ای هست بله اتفاقا خودشون هم اشاره کردن استاد. که بله خود خانم پوران در شما نشید اول برنامه که خانم پوران صداشو پخش کردیم خودشون اشاره به این مطلب کردن که اوج کارای من همکاریم با استاد جانبخش پازوکی بوده عرض کنم آقای بابک بختیاری چون فرصتون تمومه من باید از شما خداحافظی کنم وقتمون به پایان رسیده آقای شهرتی من اشاره میکنن انشاءالله در برنامه دیگری مفصلا راجع به رویدادهایی که در مورد شخصیت‌های هنری میشود با شما صحبت میکنیم و همون عرض کنم که تجلیلی که از آقای فرنگ شریف شده بقیه هنرمندان شما اونا رو با هموطنان ارجمند ما از طریق این برنامه قسمت میکنید خیلی سپاسگزارم قربونتون برم من تشکر میکنم جان تو فکر شب شما خوش باشه از یعنی روز شما خوش باشه قربان جان خوش باشه شب شما خوش قربان شما خدا نگهدار شما عرض کنم که همیانان ارجمند مردم شریف ما مردم حقشناس شما گفتم که خیلی نکاتی است راجع به زندگی بانو پوران خب میدونید که وقتی پوران مادرشون گفتم خدمت شما در آمریکا فوت میشه ایشون میره ایران یک بیماری میشه ولی باز عرض کنم که حکومت اجازه خروج نمیده دیگه و پوران در همونجا میمونه عرض کنم خدمتتون که و اونطور که دوستان برای من بازجو کرده بودن شخصیتی که واقعا باید از او یاد بشه و همیشه یاد بشه استاد گرانقدر عباس شاپوری که میدونید این هنرمنده وقتی ممنوع کار شدن خب نوازنده بسیار خوبی ویولون هم بوده عرض کنم که بعد همین آقای عباس شاپوری استاد عباس شاپوری در یک کارگاه کوچیکی شروع کرد به ساختن ویولون و تنها کسی بود که تا آخرین لحظه در بالین پوران ایستاده بود یعنی بال سر پوران بوده روان پوران شاد باشه وقتی میگن که پوران رو میبرن به خاک سپاری میبینن که عده زیادی دخترهای جوان دارن میان و گلهای قرمز، گلهای سرخ دستشونه و همشون دارن این ترانه گل اومد، بهار اومد رو دارن میخونن و میان به این سمت که اصلا میگن واقعا یک صحنه ای بود که آدم نمیتونه وصف کنه به هر حال یک کار زیبام آقای شهرتی اون زمان آقای ناصر ششمازر تنظیم که بانو پوران اجرا که اگه وقت کنیم عرض کنم که اون را هم با هم همصدا نامشه شما اونو اونجا من دیدم پیدا کرده بودید با همون برنامه‌مون به پایان ببریم
یاد پوران رو گرامی می‌داریم، یاد همه هنرمندان رو. ما وظیفه‌مونه که نگذاریم این نام‌ها روش غبار فراموشی بنشینه. تشکر و سپاس از آقای امیر شهرتی، کارگردان فنی برنامه. تا برنامه دیگری، خدا نگهدار شما هموطنان ارجمند. دیگه